بچه ها تو این قسمت میخواییم در رابطه با نمایش تابه در حالت نمودار با هم صحبت بکنیم. توی قسمت قبل اگر با من همراه بودی اومدم مفهوم کلی تابه بودن رو بهت گفتم. تابه ماشین یا دستگاهی است که یه ورودی فقط و فقط یک خروج. بعد اومدیم گفتیم این مفهوم کلی تابه بودن توی ریاضیات به سه حالت نمایش داده میشه: یک، زوج مرتب، دو، نمودار، و سه، ضابطه. زوج مرتب بچه ها کامل با هم کار کردیم، نکات کنکوری، کلیدها و تست ها رو با هم انجام دادیم. توی قسمت دوم میخوام بیام راجع به نمودار صحبت بکنم، ببینیم آیا اون مفهوم کلی که از تابه توی ذهنمون هستش، یه ورودی یه خروجی، آیا توی بحث نمودار میشه شبیه سازی کرد؟ حالا که میشه شبیه سازی کرد چه نکاتی داره و چه تست های مطرح میشه؟ بچه خوب به من دقت بکنید، یه چند ثانیه تمرکز بکنم. میخوام به من بگی که چرا یه شکل و یه شکل چطور میتونه که مفهوم کلی تابع رو داشته باشه. یه شکل تو ذهنت بیار، مثلا شکل سهمی که زیاد باش برخورد کردیم. بچه روی محور ایکس ها ورودی هاست و روی محور ایگرک ها خروجی هاست. مثلا یک بهش بدم وصل میکنم به شکل، خروجی میکنم. دو بدم وصل میکنم به شکل، خروجی میکنم. پس یک شکل یا نمودار هم میتونه مفهوم کلی تابع بودن یه ورودی یه خروجی رو به من بده. حالا که میتونه این کار انجام بده، بیایم قسمت‌های مختلفش رو با هم کار بکنیم. اولین قسمت هستش بچه‌ها شرط تابع بودن. اسلاید رو نگاه بکنیم. شرط تابع بودن در حالت نمودار: یک خط موازی محور ایگرک ها میکشیم، خط عمودی. اگر نمودار را در یک نقطه قطع کرد تابع است و در غیر این صورت تابع نمی باشد. خب بچه ها به این نکته میگن آزمون خط عمودی. اگر یک شکل به تو داد و الان جلوتر توی مثال کامل وسط جا میندازم، اگر یک شکل به تو داد و از تو خواست که ببینی تابع هست یا تابع نیست، باید بیای تو قسمت‌های مختلف شکل خط عمودی بکشی موازی محور چی؟ ایگرک ها. این محور ایگرک ها بود، این محور ایکس ها بود. موازی محور ایگرک ها یه خط عمودی بکشی. اگر نمودار تو توی نقطه قطع کرد تابع است، دو نقطه یا بیشتر قطع کرد تابع نیست. شکل ها و مثال هایی که آوردم رو نگاه بکن. بچه ها مثال اول میخوام ببینم تابع هست یا تابع نیست. کافیه که خطی موازی محور ایگرک ها خط عمودی بکشم، اگر توی نقطه قطع کرد تابع است، دو نقطه یا بیشتر قطع کرد تابع نیست. خب کاملا مشخصه من هر جای این خط رو بکشم، اینجا و اینجا بکشم، فقط نمودار رو در یک نقطه قطع میکنه. پس بچه ها این میشه تابه. بچه ها حتما میدونید این سهمی نمودار تابه درجه دو هستش، یومانده ایگرک مساویه با ایکس دو. مثال بعدی رو نگاه بکن. بچه ها این شکل میخوام ببینم تابه هست یا نه. برای اینکه ببینم تابه هست یا نه، قراره که خط عمودی بکشم، اگه توی نقطه قطع کرد تابه، در دو نقطه بیشتر تابه نیست. این خط رو اینجا بکشم، بچه ها تو سه تا نقطه قطع میکنه، پس این تابه نیست. شکل بعدی رو نگاه بکن. شکل بعدی بچه ها تابع من از دو قسمت تشکیل شده. این میشه تابع چند ضابطه که حالا جلوتر انشاءالله باش کار میکنیم و نکاتش رو بهت میگم. این شکل برای اینکه ببینم تابع است یا نه، خواهد موازی محور ایگرک های خط عمودی بکشم. آقا اینجا بکشم تابع است، اینجا بکشم تابع است، ولی بچه ها رو محل تلاقی این دوتا نقطه بکشم تابع نیست. چرا؟ چون یه بار اینجا قطع کرده و یه بار اینجا، پس این تابع نیست. قسمت دومی که توی بحث نمودار میخوایم با هم کار بکنیم بچه ها دامنه و برد هستش. میخوایم ببینیم اگر یک شکلی به ما دادند و این شکل تابع بود، دامنش چی میشه و بردش چی میشه. اگه با من همراه بودی تو فیلم های قبلی، بچه ها دامنه رو با دی نمایش میدادیم و برد رو با اف. حالا میخوام ببینم وقتی شکل تابع است، دامن و بردش چی میشه. باز این قسمت قبل میگم اگر شکلی باشه، اگر رابطه زوج مرتبی باشه، اگر ضابطه‌ای باشه، تابع نباشه، براش دامنه و برد تعریف نمیشه. این همون مثالی که بهت زدم، دختر خانومی که مدرسه نمیره روپوش مدرسه براش خریداری نمیشه. پس بچه ها اول باید تابع باشه، حالا که تابع بود دامنه و برد براش تعریف میشه. نگاه بکنیم اسلاید رو. دامنه و برد در حالت نمودار: دامنه تصویر نمودار روی محور ایکس ها از چپ تا راست، و برد تصویر نمودار روی محور ایگرک ها از پایین تا بالا. خوب به من دقت بکن بچه ها، خوب به دستای من دقت بکن. من میخوام بحث نمودار رو، دامنه و بردش رو با زبان خیلی ساده بهت بگم. آقا علمیش میشه تصویر نمودار روی محور طول ها، روی محور ایکس ها.
برد میشه تصویر نمودار روی محور ایگرک ها، روی محور ارس ها، ولی فعلا باش کار ندارم اصلا. چرا الکی برای خودمون مبحث رو سخت بکنیم؟ بچه خیلی راحت میگم آقا دامنه میشه از چپ تا راست، از چپ تا راست، هر جایی که شکل داری. برد میشه از پایین تا بالا، از پایین تا بالا. یک بار دیگه، دامنه در حالت نمودار میشد از چپ تا راست و برد در حالت نمودار میشد از پایین تا بالا. خیلی راحت دامنه بردش مشخص میشه. یه مثال واسه آوردم که دامنه برد رو روی کار بکنیم. مثال رو نگاه بکن. بچه شکل رو به من داده. اولا باید ببینم تابع هست یا تابع نیست. اونایی که قشنگ کامل گوش کردن میدونن که برای اینکه تشخیص بدیم این تابع است یا تابع نیست، یه خط موازی محور ایگره کار هست میکنم. بچه خطر هر جا بکشی توی نقطه قطع میکنه. اگه تو این دوتا نقطه هم بکشی، یکیش تو خالی جزء نمودارم نیست، یکیش تو پر جزء نمودارم، پس فقط توی نقطه قطع میکنه. آقا پس این تابع شد. حالا که این تابع شد، میتونم دامنه و برد براش تعریف بکنم. دامنه طبق تعریف خیلی راحتی که بهت یاد دادم، چپ تا راست، برد از پایین تا بالا. بچه ها بیاییم به من بگین، دامنه رو با دی نمایش میدادم. دامنه، دامنه چه تابعی؟ دامنه تابع F. D and this F میشه از چپ تا راست. بچه ها از چپ کجا نمودار دارم؟ اینجا ندارم. از منفی 2 شروع شده رفته تا 5، پس میشه منفی 2 تا 5. نمایش به صورت بازه، تمام اعداد بین منفی 2 تا 5 که بی نهایت تا عدد هستش. برد میشد از پایین تا بالا، از پایین تا بالا. بچه ها پایین که نمودار ندارم، از منفی 2 شروع شده رفته تا 3، پس بردش که میشه با R نمایش میدیم، R F میشه منفی 2 تا 3، یعنی تمام اعداد منفی 2 تا 3. بچه یه نکته میخوایم با هم کار بکنیم. این نکته از اون نکته های هستش که بچه خارج از محدوده کتاب هستش و اگر تو کنکور تست بشه خیلی از بچه ها مشکل دارن، ولی توی که این نکته رو میدونی بهت قول میدم تو 3 ثانیه میتونی این تست رو بزنی. حتی دست به قلم شدن هم نمیخواد، با نگاه میتونی این تست رو بزنی. نکته رو نگاه بکنیم. نمودار تابع زوج نسبت به محور ایگرک ها قرینه است. نمودار تابع فرد نسبت به محور مختصات قرینه است. خب بچه خوب به من دقت بکنید، من مفهوم قرینه بودن رو بهت بگم. اولا این میشد نمودار، این میشد محور ایگرک ها و این میشد محور ایکس ها. محور ایگرک ها، محور ایکس ها. مفهوم قرینه بودن چیه بچه ها؟ یادته توی دوره راهنمایی یا ابتدایی می اومدن یه گلدون یه سمتشو میدادن، میگفتن سمت دیگه شو تو بکش، تو رسمش کن. ما می اومدیم چند تا نقطه انتخاب میکردیم، عمود میکردیم به محور تقارن، امتداد میدادیم و این شکل اینور ایجاد میشد. بچه قرینه نسبت به یه محور، حالا چه صاف و چه افقی باشه، یعنی هر چی اونورش هست اینورش هم باشه، هر چی اینور هست اینورم باشه. و نکتم این هستش، اگر یک تابعی تابع زوج باشه قطعاً شکلش نسبت به محور ایگرک ها قرینه است. هم هر چی سمت راسته سمت چپش هم هست. و اگر یک تابعی فرد باشه قطعاً نسبت به مبدأ مختصات قرینه هستش، یعنی هر چی تو ربع اول هست تو ربع سوم هم هستش. یه تست نگاه کنیم این مفهوم کامل جا میفته. تست رو ببینیم. کدام نمودار زیر بیانگر یک تابع زوج است؟ بچه ها 4 تا گزینه به من داده. گزینه ها رو خوب به من دقت بکن. گزینه اول، گزینه دوم و گزینه سوم و گزینه 4. بچه ها برای اینکه یک تابع زوج باشه باید هر چی که سمت راست هست سمت چپ هم باشه، یا به بیان علمی قرینه نسبت به محور ایگرک ها داشته باشه. قرینه نسبت به محور ایگرک ها داشته باشه. بیایم 4 تا گزینه با هم بررسی کنیم. بچه ها گزینه 1، آیا نسبت به محور ایگرک ها قرینه است؟ نه، چون هر چی اینور هست اینور نیست، پس گزینه 1 رد شد. گزینه 2 بچه ها، هر چی سمت راست هست سمت چپ هم هست، نه، قرینه نسبت به محور ایگرک ها نیست. گزینه 3 بچه ها، محور ایگرک ها هر چی سمت چپشه سمت راستش هم هست، پس این میشه یک تابع زوج و جواب تست میشه. گزینه 4 هم نگاه بکنم بچه ها، گزینه 4 اصلا تابع نیست، چون یه خط موازی محور ایگرک ها رو از کنید تو 2 نقطه قطع میکنه و این تابع نیستش. یه نکته هم اضافه از سازمان بگم بچه ها، شکل گزینه 2 هر چی تو ربع سوم هست تو ربع اصخایی میکنم، هرچی تو رو به اول هست رو به سوم هم هستش. بچه ها قرینه نسبت به مبدأ مختصات داره، پس این شکل 1 شکل تابع فرد هستش. بچه ها ضابطش میشه ایگرگ مساویه با ایکس 3.
و اینم خیلی راحت با این نکته‌ای که بهت گفتم تونستیم زوج یا فرد بودن یک تابه رو مشخص بکنیم.